الهی به امید تو. زندگی 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 چیز قشنگیه، زندگی چیز غریبیه. آخه تو این هوا زندگی خیلی میچسبه. یادمه اونجوری که مامان بابام میگفتن، درست یه همچین هوایی بود که اونا با هم آشنا شدن و به قول خودشون 13 روز بعد با هم ازدواج کردن و 13 ماه بعد هم بچه دار شدن. اون لحظه‌ای که آدم بچه دار میشه باید خیلی لحظه باشکوه و جالبی باشه. پدر مادر ما از اون روز اول یه خورده مثل همه زن و شوهرها با هم اختلاف داشتن. فقط فرقشون با بقیه زن و شوهرها این بود که زن و شوهرهای دیگه هرچی از زندگیشون میگذره اختلافشون کم میشه، ولی اونا هرچی از زندگیشون میگذشت هی بیشتر و بیشتر میشد اختلافشون. خلاصه درد سرتون ندن، پدر مادر ما موقعی که با هم ازدواج کردن فقط یه آرزو داشتن، اونم این بود که دوتا بچه داشتن، یه دختر یه پسر. سلام. چه سلامی، چه علیکی؟ چیه، چی شده؟ دیروز کجا بودی؟ دیروز بیمارستان. ای ببین خود تو خود اعتراف کردی، من 100 دفعه نگفتم که تو حق نداری بری بیمارستان دماغتو عمل کنی؟ دماغمو عمل کنم؟ بله دماغم. دماغمو عمل نکردم. دماغتو عمل نکردی؟ میومدم یکی از همسایه رو دیدم گفتش که تو دیروز رفتی بیمارستان امروز مرخص شدی. بله رفتم بیمارستان ولی فارغ شدم. تو دروغ میگی، دماغت عمل کردی. من یادم دماغ دیگه قوز بزرگ داشت، الان نداره. اون دماغ مادرت بود که قوز داشت، تو چرا همیشه اشتباه میکنی اینو؟ نمیدونم، من دماغم همیشه همین شکلی بوده. پس چرا رفتی بیمارستان؟ با رفتم فارغ شدم. فارغ؟ فارغ فارغ دایره تو معارف که علکی نیست که، هست واسه همینا فراغت دوری، فرقان وسیله ساختمانی، فرقه فقیر، الان میگم فقیر، فکایی، فک، فلکه، فارغ، فارغ و تحصیل شده. تو مگه نگفتی فلسفه خونده بودی؟ گفتم الان میگم من فلسفه خوندم. پس چرا از بیمارستان فارغ و تحصیل شدی؟ آقا ما بچه دار شدیم. فارغ، بچه دار شدن، بچه دار. که این اتفاق افتاد؟ دیشب. بچه رو من خبر نکردی؟ بابا تو 3 ماهی که خونه نیومدی. خب من مأموریت بودم، 3 ماه نیومدم، تو چرا من خبر نکردی؟ آن نبودم. بچه دار شدیم، بالاخره میگی مبارکه. مبارکه، پسر یا دختر؟ الان هم پسر داریم هم دختر. آخ جان، همون که میخواستیم، من بابا شدم. اسم بچه همونو چی بذاریم خانوم؟ اسم دخترمونو که من انتخاب کردم، دخترمونو میذاریم فرانه، حرفم توش نیست. خیلی اسم خوبیه. ببین خانم، به نظر من ما باید اسم بچه ها رو یه اسمی بذاریم که پس فردا مردم بهشون نخندن. فرانه که خنده دار نیست. چرا دیگه، میگن فرانه فرانه، بابات مگس میپرونه. به من میگن بهونه. میگی؟ نه بهونه نیست، اسم خنده دار. پاتیه. پاتیه هیچی نداری بگی؟ مخت با گچ قاطیه میگن، بعد میگن دیگه. حالا خوشیانک. شیانک راه میره مثل لک لک. بابا بگو میخوای بهانه بگیری. نه بابا چه بهانه. پومک. واسه پومک چی داری بگی؟ پومک دیگه هیچ اشکالی نداره. پومک اصلا، من یه چیز خدمتتون عرض کنم خانم، ما اون قدیما که بچه بودیم یه همسایه داشتیم اسم بچه‌شون پومک بود. خب بعد میگفتن پومک کپک، اصلا اون که دیگه خیلی بچه بود. برو بابا، تو میخوای بهانه بگیری. خیلی خب، من هیچ اسمی نمیگم، خودت یه اسمی بذار. من میگم اگه دوست داری اینجوری خودت. اول اسم پسر رو انتخاب کنی. سولی. سولی؟ سولی سولی عجب خولی. میگن ها؟ میگن؟ بله. قلیدونی که دیگه چیزی نمیگن که. جیغ میزنه تو میدون. میگن. اینم بدجوره. یه اسمی بذار که اینجور چیزا نگه. یه اسمی پرمسمایی که مثلا صداش میکنیم خودمونم. اسم سوورچه چطوره؟ سوورچه. سوورچه. پر میزنه تو
پرچه. پرچه؟ پرچه یعنی چی؟ خب میگن دیگه، من نمیدونم، بالاخره یه چیزی حتما میگن. اصلا خانم من یه پیشنهاد دیگه دارم. من میگم یه کتاب بیاریم باز کنیم. آها کتاب بیار. خب این از اول اگه میگفتی اصلا قدم بحث نمیشد. اول هر خط که اومد کلمه اول اسم پسر، کلمه دوم اسم دختر. خیلی خب بوده کتاب بیارا. اینا این کتابه. اینقدر بابا شدم خول شدم. قسطنطنیه فیرینی. نه؟ دو تا اسم خوب. مازوخیسم قرقروت. قرقروتش یه خورده چیزه بد جوره. واسکازین فیتیل پیچ. اونم نه؟ تاس ترکیدن می ترکه. اون اسم بچه نیست که. در از. در ازم خوب نیست. اون ببین من میگم تو روزنامه دنبال اسم بگردی. آفرین خانم. تو اسم حسابی اینه. اتفاقا روزنامه امروزم گرفتم. داری خیلی خوب بودم. ناشش. اینا. ببین فیتیل پیچ هم اینجا نوشته. فیتیل پیچ. خانم ببین اینجا چی نوشته بیچاره پدر بچه ها. دیشب. زنی در بیمارستان مرکزی پنج قلو زایید و کودکان این زن همه سالم هستند. چرا باباه؟ قیافه این خانومه چقدر برای ما آشناست. بده ببینم. این عکس منه دیگه. ای بابا ببین چه جوری انداخته، پلک زدم ها. اصلا معلوم بود خبرنگار این کاره نیست. خوب افتادی خانم دیگه، حالا عکس دیگه. آره. نه بابا معلومه خبرنگار این کاره نبوده. بایست ببینم چی نوشته. پنج قلو؟ آره پنج قلو. یعنی چهار تا پسر یه دختر. هم پسر داریم هم دختر. یعنی من پنج تا بچه دارم. پنج تا بچه، چهار تا پسر، یه دونه دختر. من دیگه تو پوست خودم نمیدونم. وای بابایی بچه دارم. اوه باب دنیا اومدن ما اختلاف پدر مادرمون زیاد شد. البته خدمتتون عرض کنم که از سر انتخاب اسم ما بچه ها اختلافشون دیگه بالا گرفت. یعنی اصلا دیگه خیلی وضعیت بد شد. بیچاره بیچاره ما. اگه بدونید چه بلایی سرمون اومد، چه وضعیتی شد. البته خب این مشکل اساسی نبود، این برار حل میشد. فکر نکنین اسم برامون انتخاب نکردن. چرا اسم برامون انتخاب کردن؟ اسممون هم خیلی قشنگه، اسم هممون قشنگه. ولی مشکل اساسی بود که اصلا فکر نمی کنم تا حالا این مشکل توی خانوادهی بوده یا اصلا به گوشتون خورده همچین مشکلی. این مهم بود. هشت تا بچه، پنج تا پسر، پنج تا بچه، یه دونه دختر، چهار تا، من چرا گریه نمی‌کنم؟ خانو بدبخت شدیم. نه چیه اومدن؟ بچه هیست شده. خانو بچه ها چرا گریه میکنن؟ حالا دوست داری گریه کنن؟ نه امینش که هست بست. بخور. حالت بهتره؟ بهتر شدم یه خورده. از اولش که میگم یه پولی بده واسه این بچه ها، یه پوشکی، لباس، چیزی بخرم. هیچی ندارم من که. سر صدا میکنن که من نمیفهمم چی میگه. خیلی خب تو ناراحت نشو، من میرم از جیب کتت ور میدارم خودم. بابا وای راستی
مامانم گفتیش تو بچه دار شدی شاید هیچی واسه نگرفته، سرویس طلا هم نگرفته. تو چرا واسه من سرویس طلا نگرفتی؟ من اومدم حالا خودتو ناراحت نکن بابا، از اون پس اندازت میرم میخرم یه سرویس طلا واسه خودم میخرم بابا. من باشه بچه هارم باید تقسیم کنی، سه تاشونو تو میبری اداره، دو تاشونم من تو خونه مواظبت میکنم. این که من خیلی خوب دو تاشونو تو ببر اداره، سه تاشونو من مواظبت میکنم. چیه بابا؟ من میگم راستی زنگ زدم ادارت، گفتم که یه ماهی نمیری مرخص بگیری. من جوریه چی جوابمو نداد، گوشی رو قطع کرد. بابا اون منه. من اصلا نمیفهمم تو چی میگی. این بچه‌ها که ماشاءالله انقدر سر صدا میکنن که من اصلا نمیفهمم. بابا من چرا انقدر گریه میکنن؟ خب حتما گشنه‌شونه دیگه. شیر دختنم هیچ بیار بخورن دیگه. میارم بابا میارم. چیزی بیار بخورن. بچه گریه میکنه دیگه. بابایی چرا حرف نمیزنی؟ هرچی من میخوام به مادرتون بگم که بابا اون رئیس من اخراج کرده گریه میکنه. کدومی؟ تو بودی؟ خانم یه سی بیار اینا بیا سه تاشون رو تو شیر بده. راستی مامانم زنگ زد خوب اسم دخترمون رو بذاریم شیری. این که اسم مادرته. آره خیلی اسم قشنگه، من موافقم. ببخشید خانم این شیشه ها رو اینجوری گذاشتی خودشون بردارن بخورن؟ میخورن دیگه، حالا تو هم چقدر سخت میگیری. بخور بابایی بخور. خلاصه شیرین که اسم مادرت نمیشه. خوبه مرم اسم پسر رو بذارم هجیر. اسم بابات چه اشکال داره؟ اسم بابام خیلی هم قشنگه. نه من با اسم هجیر مخالفم. اصلا من با شیرین مخالفم. گفتم منم با هجیر مخالفم. یعنی چی؟ دیگه حرفی نباشه. درست نیست که اسم بچه رو بذاریم شیرین. همین که اسم بچه هجیر باشه کلی افت بخور. چیکار کردی صداشونو در آوردی؟ به هر حال بچه‌ست گریه میکنه. به هر حال اسم دخترمون شیرینه. چیه بابایی چیه؟ هجیر میخوای بذارم اسم تو چه؟ اسم تو میذارم هجیر. شیرین نه، شیرین بعدی. اصلا دوستان شما اگه تونستی اسم بچه رو بذاری شیرین؟ من میذارم. نمیکنی این کارو؟ شیرینه. دیگه حالا؟ حالا اگه تونستی اسم بچه رو بذاری شیرین؟ من اسم این بچه رو میذارم شیرین. تو هم حق نداری اسم اونو بذاری هجیر. همین که گفتم شیرین. هجیر. شیرینه. هجیره. ببین شیرینه. خانم اصلا من جلوی بچه ها احترام شما نگه میدارم، هیچی نمیگم. اسم بچه هجیر. خودت هم میدونی اول و آخرش اسم این دخترم شیرینه. شما نمیتونی اسم مادرتو بذاری بچه ها تموم نمیشتم. میذارم حالا ببین. دیگه نمیشتم. حالا میذارم. نمیدونم داری چی میگی. صحبت نکن ببینم، صحبت نکن یه دقیقه. شما اگر اسم بچه رو بذاری شیرین، اگر اسم بچه رو بذاری شیرین، منم اسم بچه رو میذارم هجیر. ساکر کجا بودی؟ تو کجا بودی؟ من رفته بودم ثبت احوال. که چی بشه؟ که اسم دخترمونو بذارم شیرین. خب منم رفته بودم ثبت احوال. که چی بشه؟ اسم پسرمونو بذارم هجیر، اسم بابام. تو این کارو کردی؟ بله. خیلی خب، حالا چون تو این میذارم اسم یکی از پسرامون هجیر باشه، ولی اسم سه تای دیگه رو خودم انتخاب میکنم. خیلی ممنون.
چی شد؟ من اسم چهار تا پسرمونو گذاشتم هجیر. تو چی کار کردی؟ اسم چهار تا پسرمونو گذاشتم هجیر. هر چهار تاشون؟ خالو کم آبغند. بله، اسم ما چهار تا برادر هجیره، یعنی چهار تامون یک اسم داریم. هجیر هم معنیش خوب، پسندیده، زیرک، باهوشه. حالا حتما پیش خودتون فکر میکنین که اگه اسم ما چهار تا برادر یکیه، چرا مثلا لفظی اسمامونو عوض نکردیم؟ مثلا تو خونه یه چیز دیگه به هم دیگه بگیم، حالا تو شناسنامه‌مون هجیره، تو خونه یه چیز دیگه بگیم. اما همونطوری که میدونین مادر من روی اسم شیرین خیلی حساسیت داشت، پدرم هم رو اسم هجیر، یعنی ناراحت میشدن ما همدیگه رو به یه اسمای دیگه صدا میزدیم. باید ما به همدیگه میگفتیم هجیر، به خواهرمون هم میگفتیم شیرین. ولی خب خیلی وقته که دیگه ما به این عادت کردیم. مثلا موقعی که میگم هجیر منظور منم، وقتی میگیم هجیر منظور این داداش همه که یه خود چاقه، وقتی میگیم هجیر منظور اون داداش همه که داره گاری رو هل میده، وقتی هم که میگیم هجیر این برادر همه که اینجا دراز کشیده. اما نمیدونین چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم تا به این یکی بودن عادت کردیم. اوی چه این سوال که نمیبینی من این سفر دارم میخونم؟ من تا اینجاش خونده بودم، میخواستم بقیش تا اونجا عکساش نگاه کرده. آره آره همون. حرف نزن. موقعی که من گذاشتم کتاب خونه برو بردا بخون. خیلی خوب. هجیر پاش آشقالا رو ببر دم در. هجیر با تو هم پاش آشقالا رو ببر. ای با من با توی دیگه پاش آشقالا رو ببر. میگه هجیر. آه هجیر دیگه. اون نمکتون تا حالا ندیدی؟ نمیشنوی مامان یه ساعته داره داد میزنه میگه آشغالا رو بردم در، بلنش آشغالا رو بردم در بینم. مگه من فقط هجیرم؟ اه گفت هجیر نگفت هجیر اینو که. میگه بلنش برو آشغالا رو بردم، بلنش آشغالا رو بردم در. باشه هجیر بابا این من نمینی خوابه. خب پاشو آشغالا رو بردم در. خب خودت ببر، مگه تو چی هجیر نیستی؟ نه خیر مامان گفت هجیر یعنی تو رو گفت. من که دارم کتاب میخونم. آه میخوام کتاب نخونی، کتاب ببندی بری آشغالا رو ببری دم در. شما مثل اینکه زبون خوش حالیتون نیست. مادر گفت هجیر، هجیر برو آشغالا رو ببر دم در. پاشو. مامان گفت هجیر پاشو. بذار اینکه این همه، بذار اینکه این همه. پاشو برو، پاشو برو آشغالا رو ببر. یس مامان داره یاد میزنه میگه آشغالا رو ببر دم در. من که دارم اینجا کتاب میخونم بر خودم، ولی که میگه بر آشغالا رو ببر دم در. من یه هجیر به جون مامان اگه یه بار دیگه من این از همه گنده تر این باید آشغالا رو ببر دم در. مامان میگه آشغال نمیخواد، خودم آشغالا رو بردم دم در. خجالت بکشید، خجالت بکشید. مامان گفت نمیخواد آشغالا رو میبرد دم در. سرم خورد بشید نیست. کتابم کو. خوشبختم. بگی بخون. عجیب بابا. عجیب. ببین بابا چی میگه. برو ببین چیکار داره. حتما گفت هجیر که میگه یعنی من. عجیب. با تو دیگه داره میگه هجیر. تو با من نی. عجیب بابا جون من دارم میرم سر کار، پول خواسته بودی برات گشتم سر تاخچه. خدا حافظ. با منه با منه با منه. کجا؟ تو کجا؟ تو کجا؟ تو کجا؟ بایسته 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 اونو بگی اونو بگی اونو بگی با من باشه. آقا پول خواسته مدرسه من، پول خواسته مدرسه من پول گذاشته. بابا جون خب عجیب خب عجیب سرسام گرفتم من از دست شما چی کار کنم؟ همش تقصیر اون باباتونه. آخه اسم چهار تا پسر که نمیذارن هجیر. زندگیمو سیاه کرده این مرد. آخر از دست شما دیوونه میشم. الان از دست شما آخر خودمو میکشم. بیا مامان الان خوشو میکشم. بابا واسه مدرسه ای من. جون خودم. جون خودم. بابا مدرسه ای من. عجیر. عجیر. ببین خواب نیمروزی ده حرفی، حرف دوم یه، حرف سوم لام چی میشه؟ قلی قلی. قولی نه قولی قولی قیلوله 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 همون دیگه. آفرین کجا یاد گرفته بودی؟ کتاب خونه محلمون. آفرین عزیز
حجیر تلفن باهات کار داره. بالاخره زنگ زد. بالاخره با من اجازه بدین. من با دوستم قرار داشتم که همین الان زنگ بزنه. من ببین حجیر کسی رو نداره. باهات تلفن کار داره. چی از شما؟ من به مامان گفته بودم اجازه تلفن. بابا بی خود. گفت حجیر. گفت حجیر تلفن با من کار داره. با من کار داره. مگه تو حجیری فقط؟ بابا گفت حجیر. مگه تو گفت حجیر. آقا جون من کار داره دیگه. ملم تو دیگه بلن خودم. شیری ما نهار خوردی؟ آره خوردی تو خوردی سیب منو؟ سیب منو تو خوردی؟ حجیر چه؟ چیکار داری میکنی؟ آقا این خودکاره 3 ساعته گیر کرده نمیاد بیرون. میشه بده به من یه کن. نمیتونی چه جوری؟ این تو چیکار کردی؟ این عجیب کیا شیشا خونه باره شکسته؟ بگو بیاد بیرون بینم. کدومتون بودی؟ این اسرف بیرون. من نه حجیر تو بودی راست میگه. آره حجیر اسرائیل داره. من نرفتم بیرون. من داشت دروغ که نمیگه اصلا این نبوده. تو بودی حجیر. من تو بودی راستشو بگو. من صبح تالا خونه بودم داشتم مطالعه میکردم. من یه چیزی بهتون بگم. 3 روز من خوابم همین چند دقیقه پیش. بیا بیرون بینا. خونه تو بودی. اون امروز من دیدم صبح رفت بیرون. اصلا به من ربطی نداره. به اون ربطی نداره. نمیرم. برای چی ربطی نداره؟ نمیرم. تو همیشه خرابکاری میکنی. میترسی. برو. حالا برو جواب بده. شیشه میشکنی جواب نمیتونی بدی. نمیترسه. حجیر نمیترسه. هم آوردی. شیرین میگه دیگه برو. فقط به خاطر اینکه شیرین گفت میرم. برو. آفرین. برو. بچه ها راستشو بگین کدومتون بودی؟ حجیر منم. چی میگی؟ زنی؟ آره اوه زن؟ ای وای حجیر چی شده؟ من چشم آخه شما چجور برادرهایی هستید؟ 4 تا برادر که بیشتر نیستید. ببین حجیر رو به چه روزی انداختم. برو خدا هیچ کاری نمی کنی؟ حجیر برو حجیر کمک خواستی ما رو صدا کن. حجیر اینجا منم میگم حجیر چیه؟ با تو نیستم. چرا این همه کتاب میخونی؟ چرا با زمان خنگی؟ یعنی منظورم اینه که چرا یادت میره همه چی؟ فراموشکاری چه ربطی به کتاب خوندن داره؟ خنگم نیستم فراموشکارم. حجیر باید به هم توهین نکن. توهین نکردم. تو فرهنگ لغات نوشته بود خنگ فراموشکار. حجیر تلفن. باشه ببین کیه. هیچ کس با من کار نداره. تو نشستی باشه ببین کیه تلفن. گفت حجیر. خب مگه من حجیرم؟ خب تو برو ببین کیه. من اصلا امروز جواب تلفن نمیدم. اصلا کسی با من کار نداره. منم که اصلا خونه نیستم. باشه آقا با شما کار دارم. عزیز من همه دوستای من رفتن شما با هیچ کس کار ندارن. با جناب علی تلفن برین جواب بدین. آقا پاشو برو جواب الان قطع کنی زشته. حجیر منم دیگه. آقای مؤدب. آقای مؤدب. مامان گفت حجیر یعنی جناب علی. بفرمایید تلفن جواب بدین. آقای زورش میاد دو متر تلفن جواب.
بله. الو. بفرمایید. سلام. سلام. خوبی؟ بفرمایید. چه خبر؟ قربان شما؟ بابا چی شد تو قرار بود امروز اون چیز کت قرمزه داشت تو برام کش بری بیاری؟ یه عروسی با میخواییم بریم ها. ببخشید شما مسعود هستین؟ بابا اصلا در نکنه دیگه. میخواستی نشناسی ما رو اصلا. آها. ببین. بله. داشت رو خدا. اون کت قرمزه داشت گاموت رو به ما برسیم. قایی نداری ماما. خدا حافظ. من گامبو هم دیگه. من که گفتم تو گامبویی؟ تو به چه حقی میخوای این کت قرمزه منو بدی به این مسعود شپشو دوستت؟ تو به چه حقی تلفن منو جواب دادی؟ مگه من با وسایل تو کاری دارم که تو وسایل منو میدی به مسعود؟ تو بی خود کردی تلفن من جواب دادی. موقعی که دیدی مسعود با من کار داره گوشی رو میدادی به من. گنده داره به من میگه گامبو؟ بی خود کردی تلفن شخصی منو جواب دادی. درست صحبت کن. فضولی کردی. من فضولی به این کار میگم فضولی. تو کت منو برمیداری میدی به دوستت فضولی نیست؟ من که نکردم این کارو که. چرا میخواستی این کارو بکنی؟ بی مرتب فضول. تو به چه حقی تلفن منو جواب دادی؟ مگه من با وسایل تو کاری دارم که تو وسایل منو میدی به مسعود؟ تو بی خود کردی تلفن منو جواب دادی. موقعی که دیدی مسعود با من کار داره گوشی رو میدادی به من. گنده داره به من میگه گامبو؟ بی خود کردی تلفن شخصی منو جواب دادی. درست صحبت کن. فضولی کردی. من فضولی به این کار میگم فضولی. تو کت منو برمیداری میدی به دوستت فضولی نیست؟ من که نکردم این کارو که. چرا میخواستی این کارو بکنی؟ تو به چه حقی تلفن منو جواب دادی؟ مگه من با بس فضولی کردی. من فضولی به این کار میگم فضولی. تو کت منو برمیداری میدی به دوستت فضولی نیست؟ من که نکردم این کارو که. چرا میخواستی این کارو بکنی؟ بی معرفت فضول. چرا میخواستی این کارو بکنی؟ بی معرفت فضول. وای این چیه؟ من یک ماه و نیمه ساعتم نیست تو اونو دادی به رفیقت که اونم بندازتش درود خونه؟ عکس پرنگ روش داشت. چی گفته یا؟ کردی اون ساعت رو جای گیر میارم؟ ها؟ تو باز چی؟ تو باز چی نامه منو خوندی که دوستم واسم فرستاده؟ گامبو خودتی؟ تو باز چی نامه منو خوندی؟ تو باز چی نامه منو خوندی؟ خودم که خودم اسم من حسین گامبو بریاد بابا بیچاره شدم یکی نیست به دادم برسه زلم کردن اینا همش تقصیر اون باباشونه کی اسم چهار تا پسرشو میذاره حجیر که این یکی گذاشت آخه کی اسم چهار تا پسرشو میذاره حجیر صبح تا شب که خودش میره سر کار منو با این حجیرا اینجا میندازه اینجوری میکنن اینا حجیر... خلاصه درد سرتون ندم دعوای پدر مادر ما همینجوری اوج گرفت به خاطر چی؟ فقط به خاطر اسم، به خاطر انتخاب اسم تا اینکه در یک روز خیلی خوب خوش آب و هوای بهاری شیپور جنگ جهانی اول رو به صدا در آوردن. شیرین دخترم. بله ماما. حجیر جون بابا. بله بابا. صد دفعه گفتم من از اسم حجیر بدم میاد. بی خود خانم منم از اسم شیرین بدم میاد. آخه چی شو؟ اسم شیرین چه بدی داره؟ تازه اسم مادرم هم هست. آره همین. شما همیشه دوست داری تو زندگی خودت تصمیم بگیری. تو چی که رفتی اسم چهار تا پسرمون رو گذاشتی حجیر؟ هر جا میری مردم بهمون میخندن. حجیر برو آشتیش. اصلا هم اینطور نیست. چهار تا پسر دارم مثل دسته گل. نمیگن یه دونه حجیر، دو تا حجیر، چهار تا حجیر. چه میدونن؟ حجی یعنی چی خانم؟ شما بازم داری با من جر و بحث میکنی؟ برای اینکه تو همیشه دوستاتو به خانوادت ترجیح دادی؟ من جلوی این بچه ها احترام شما رو نگه میدارم. همیشه همینجوری بوده، هیچ وقت هم احترامی نگه نداشتی. بی خود الان حرف نزن. من احترام نگه نداشتم. من از اول زندگی با شما مشکل داشتم. تو همیشه دوستاتو ترجیح دادی. من دوستامو ترجیح دادم؟ بله. این بچه ها شاهدن، این بچه ها شاهدن من چقدر تو این زندگی زحمت کشیدم. همین بچه ها، همین بچه ها دیدن که من چه کارا واسهشون کردم. تو چی کار کردی؟ تو بره. من مرد این خونه بودم، من همیشه تو این خونه پول خرج کردم. من طلاق میخوام. منم طلاق میخوام. یعنی اینکه شما میخواید از هم دیگه جدا بشید؟ بچه ها زود تصمیم بگیرید، با پدرتون میرین یا با من میای؟ ما دست برد کنیم، بچه ها میگیم میمونیم که اونا بمونن، خب؟ ما میمونیم. خیلی خب خانم،
تصمیمشون رو گرفتن. به هر حال خودتون میدونین. من میرم. بچه ها مواظب خودتون باشین. ماما. بچه ها مواظب خودتون باشین. منم از این زندگی میرم. حالا که نه با من میاد نه با مادرتون خداحافظ. بابا. بابا. شوخی میکنه بابا. شوخی میکنه. بچه رفتن جدی کجا شوخی میکنه؟ حجی برو دنبالشون. بابا با سایت باربندیشو جمع کرد رفت. حجی برو دنبالشون. بریم دنبالشون. بریم دنبال شیرین مونشو برو دنبال ماما. برو تو حجی. شیرین بیا. بابا. یعنی اونا رفتن. ما دیگه بی کس و کار شدیم. دیگه هیچکیو نداریم. بعضی زخما هست که هیچ وقت خوب نمیشه. نمیدونم و نمیتونم بگم که اگه من بودم تو اون لحظه جای پدر مادرم چه تصمیمی رو میگرفتم و چی کار میکردم و چه عملی انجام میدادم. نمیدونم اون لحظه که پدر مادرم اون از هم طلاق گرفتن چه احساسی داشتن. بعد از 30 سال زندگی، 30 سال تجربه، چون نمیدونم و نمیتونم احساس کنم، پس به خودم این جرأت رو نمیدم که اظهار نظر کنم و بگم بابا مامانم باید این کارو میکردن یا پدر مادرم باید اون کارو میکردن. فقط یه چیزی رو میدونم که اونا زندگیشون رو خودشون خراب کردن. زندگی چیز عجیبیه. زندگی چیز غریبیه.